سلام سلام حالتون چطوره امیدوارم حالتون خوب باشه و مثل همیشه ممنون که کانال ما رو دنبال میکنید ممنون که سابسکرایب میکنه یادتون باشه برای گرفتن نوتیفیکیشن حتما حتما زنگوله مخصوص نوتیفیکیشن رو هم بزنید توی این ویدیو براتون شش تا حرکت خیلی خوب دارم با توپ برای کل بدن حرکت های برای کل بدن فول بادی ورک اوت حرکت های توپ توپ با تو یادتون باشه حتما حتما قبل از شروع کردن حرکت ها بدنتون رو گرم کنید اگر نمیدونین چطوری گرم کنیم ویدیو گرم کردن بدن رو اول انجام بدین و بعد بینین حرکت ها رو انجام بدین بریم با همدیگه شروع کنیم حرکت ها رو با توپ خب بریم حرکت ها رو با همدیگه شروع کنیم قبل از هر چیزی یه توضیح در مورد سایز توپ بهتون بدم توپ من 55 سانتی متر توپ ها معمولا 55 65 75 رن. که بر اساس قدتون باید توپی رو که باش تمرین میکنی انتخاب کنید من کوچکترینش رو انتخاب کردم 55 رو ولی 65 رو هم با توجه به قدم میتونم استفاده کنم قد معمولا 150 تا 160 توپ 55 رو استفاده میکنم من 160 سانتی متر قدم قدتون که بالاتر میره مثلا 160 تا 170 160 تا 165 توپ 65 و معمولا قدای بیشتر از بالاتر بیشتر از 165 توپ 75 بنابراین توپتون باید تغییر کنه میریم حرکت اول با هم دیگه شروع کنیم حرکت اول حرکت اسکوات هستش با یه حرکت دیگه تلفیق شده که زانو و دستتون در جهت مخالف حرکت میکنه میکنن اول حرکت رو براتون یک دفعه انجام میدم بعد با هم دیگه تکرار میکنیم حرکت ها رو حرکت هامون 6 تا حرکته که این حرکت ها رو یه دونه یه دونه یک ست از هر کدوم رو انجام میدیم یه چرخه کامل از حرکت ها رو که انجام دادیم حالا این چرخه کامل رو شما توی خونه دو تا سه ست, ست حتی چهار ست میتونید انجام بدید توی خونه یا حتی باشگاه خب حرکت اول سکوات یادتون باشه برای حرکت سکوات حتما حتما وقتی پای میریم به نکاتی که قبلا گفتم دقت کنید. اگر حرکت سکوات رو نمیدونین چطور انجام بدین برین و ویدیوی حرکت آموزش حرکت سکوات رو نگاه کنید. موقعی پایین رفتن حتما حتما دقت کنید که زانواتون به سمت خارج باشه و شکم داخل و ستون مهره از گردن تا در واقع باسن حتما حتما توی خط باشه زمانی که پایین میرین رو حرکت اسکوات دست بالا هست توپ رو بالا نگه میدارین و وقتی که بالا میاین زانو و دست تو جهت مخالف حرکت میکنه دست از کنار پا رد میشه و به بغل بدن میره خب حرکت رو با هم دیگه انجام میدیم هر ست پا یعنی تو هر شماره حرکت پا عوض میشه حرکت رو دوازده بار انجام میدیم آماده سه دو یک یک با شمارش من بازده دو سه پنج شش باستن به عقب شکم داخل هفت هشت نه ده یازده و آخری دوازده خیلی عالی بریم برای حرکت بعدی حرکت بعدی ما حرکت لانچ شولدر پرس هستش که حرکت لانج از سری حرکت های تک پا هست که قبلا با هم دیگه انجام دادیم برای شروع حرکت یادتون باشه بین پاها رو حتما باید کمی فاصله بدین وقتی پا به سمت عقب میره که تعادلتون حفظ بشه پاها اگر توی خط باشن تعادل ممکنه برای حفظ تعادل سخت باشه حرکت رو به این صورت انجام میدیم که پاها یک به یک عوض میشه یادتون باشه پا رو خیلی با فاصله نذارین و خیلی هم نزدیک نذارین زاویه دو تا زانو 90 درجه باید باشه و زمانی که پایین میرین توپ جلوی بدن و وقتی که بالا میایین توپ به سمت بالا با بالا اومدن بازدم حرکت رو با همدیگه دیگه شروع میکنیم دوازده بار قبل شانه ها باز شانه ها رو به سمت عقب میدیم، سینه به سمت جلو شکم داخل و حرکت رو شروع میکنیم با همدیگه با پای راست یک دو سه چهار 5 6 7 8 9 10 11 و 12 آماده برای حرکت بعدی حرکت بعدی همون حرکت بریچ هست که باید روی زمین انجام بشه و باید به توپ تکیه کنیم و پشتتون رو از ناحیه کتف روی توپ بذارید. اگر مبتدی هستین و کنترل توپ براتون سخته میتونین توپ رو به یه جای تکیه بدین مثل دیواری مبلی که حرکت نکنه حرکت رو به این صورت انجام میدیم. توپ رو روی زمین میذارید روی زمین میشینید و به توپ تکیه میدین اول توپ رو با دستتون نگه دارید حالا دقت کنید از پاها شروع میکنم از پاها رو به به اندازه ارزشانه یک کمی بازتر میذارید روی مت و پنجه های پا به سمت خارج نه خیلی شدید چهل، سی و پنج تا چهل درجه کافیه دستتون رو روی زمین میذارید و با کمک با فشار دست به زمین پشتتون رو میذارید روی توب حالا دقت کنید کمرتون نباید روی توب قرار بگیرید حرکت اشتباهه شانه ها و کتفتون روی توپه دقت کنید به سر من کاملا ریلکسه درسته اگر سرتون به این صورت پایین بیاد و چانه توی گردن بره یعنی اینکه خیلی در واقع به سمت جلو اومدی و باز باید یه کمی به سمت عقب برین تا سر کاملا ریلکس باشه دستتون رو میتونید روی توپ بذارین یا میتونید روی شکم یا کنار بدن نگه دارید حالا از اینجا ببینید حرکت به چه صورته باسن پایین میره از اینجا بالا میای زانوها رو به سمت خارج نگه میدارین تا در واقع همسط بشین با بالاتنه نه خیلی بالا اگه خیلی بالا برین فشار به کمرتون میاد باسن تا حدی که بیاد همسط با بدن بشه و اینجا ازولات باسن رو منقبض میکنید این حرکت رو با هم دیگه 15 بار میریم بعد از انجام آخرین بار آخرین حرکت توی بالاترین نقطه باسن رو منقبض نگه میدنیم و حرکات ریز زرباهی ریز با باسن ده مرتبه آماده با هم دیگه انجام میدیم یک باسن منقبض دو دقت کنید که زاویه زانو باید تقریبا 90 درجه باشه چهار با بالا اومدن باسن پنج بازدم با شمارش من بازدم شش هفت هشت نه ده یک شکم داخل دو سه چهار و پنج بالا نگه ضربه های ریز با باسن یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه و ده باز اینجا باید کاملا در واقع اون سوزش ازولانی رو داشته باشه دقت کنید برای ضربه های ریز خیلی نباید حرکت بزرگ باشه خیلی کوچیک و تمیز آیست پایین بین آماده برای حرکت بعدی حرکت بعدیمون هم روی زمین انجام میشه حرکت پوشاپ روی در واقع حرکت پرس سینه روی توپ هستش حرکت رو چطور انجام میدیم روی زمین میریم و زانوهاتون رو روی زمین میذاریم زانوها کنار هم دیگه میتونه باشه به هم بچسبه یا با کمی فاصله توپ رو جلوتر قرار میدین دست رو دو طرف توپ قرار میدین به سمت خارج نه به این صورت به سمت خارج و از اینجا آهسته باسن رو پایین میارین یعنی باسنتون بالا نباشه بعد از اینجا دقت کنین که آرنج ها به سمت خم، عقب خم میشه طوری که پایین میرید سینه رو روی توپ میذارین شکم داخل دقت کنین به بدن من به سر حرکت سر من گردن من به این صورت نیست به این صورت نیست جلوتون رو نگاه میکنین و فشار دست بالا میهن. همچنان باسن رو پایین نگه میدارید و منقبض که بتونید عضلات در واقع مرکزی بدن رو کاملا تحت کنترل قرار بدین چون اگر شکم تو نباشه و باسنتون کیپ و منقبض نباشه فشار میفته روی کمرتون و کمرتون ممکن درد بگیره و به مرور زمان حرکت رو اشتباه انجام بدید قطعا آسیب میبینید خب حرکت رو با هم دیگه شروع میکنیم دست ها رو دو طرف توپ میزنید باسن رو پایین میارید و از اینجا پایین میرین روی توپ با سر سینه رو قشنگ میزنه روی توپ و با فشار دو دست بالا یک با بالا آمدن بازدم دو سه کنترل توپ ممکن اول چیز براتون سخت باشه چهار پنج شش هفت چکم داخل هشت نه و ده حرکت رو ده بار با هم دیگه انجام میدیم و میریم برای حرکت بعد برای حرکت بعدی میخوایم روی عضلات شکممون کار کنیم روی زمین میخوابیم توی این حرکت ما روی عضلات بالا و پایین شکممون توهم میخوایم حرکت کنیم برابر این پامون حرکت میکنه و بالاتنه هم حرکت داره حرکت به چه صورته؟ حرکت بالا تنه که حرکت کرانچ رو انجام میدم خیلی لازم نیست بالا بیاین حرکت کرانچ هست حرکت پایین تنه من به چه صورته اگر میتونین پاها صاف باز میاد بالا چون میخوایم توپ رو بذاریم لایه پا به این صورت اگر نمیتونید پای صاف پاتون رو میتونید خم کنید با پای خم هم حرکت رو میتونید انجام بدید توی این حرکت یک بار توپ رو میذاریم بین پاها و میایم توپ رو با دست میگیریم حرکت رو میخوایم دوازده بار انجام بدیم با هم دیگه پای صاف پای خم دو جفتش اوکیه اگر که احساس میکنیم با پای صاف به, صاف به کمرتون خیلی فشار میاد زانوهاتون رو خم کنین حرکت رو با هم دیگه شروع میکنیم آماده سه دو یک و با بالا اومدن بازدم یک دو سه چهار پنج شش هفت هر بار پای میرین سر رو بزنین رو زمین استراحت هشت اجازه ندین به کمرتون جدا بشه از زمین نه شکم داخل ده دوتای آخر یک و آخری تو چطوریه؟ چه حساسی دارین؟ سوزش توی عضلات شکم حرکت آخر ما حرکت پلانک هست که میخوایم روی توپ انجام بدیم باز اگر مدت زمان طولانی نیست که ورزش میکنین یا اگر کاملا بگینه رو مبتدی هستین توپ رو به یه جایی ثابتی مثل دیوار مبل تکیه بدین که خدا نکرده یه و از زیر دستتون در نره حرکت پلانک رو به چه صورت انجام میدیم؟ همونطور که روی زمین انجام میدیم منطقه دست ها رو این دفعه روی توپ میذاریم به خاطر که توپ در واقع جسم نرمه و حرکت میکنه قطعا حرکت پلان کمی سختتر میشه دو حالت داره اگر مبتدی مبتدی هستین زانواتون رو روی زمین میذارین و نگه میدارین اگر که خیلی مبتدی نیستین که میتونین حرکت رو بدون گذاشتن زانو روی زمین برید دقت کنین دست ها رو روی توپ میذارید به این صورت موازی یا میتونید به حالت مسلسی یعنی دست ها رو تو هم قلاب کنید حالا از اینجا پاها رو یک به یک به سمت عقب میذاریم بین پاها رو برای اینکه حفظ تعادلمون راحت تر بشه حتما فاصله میدیم اگر پیشرفته پیشرفته بشه میتونید پاها رو کنار هم دیگه بذارید ولی کمی باز کنید که حفظ تعادل براتون راحت باشه حرکت رو میخوایم 20 ثانیه نگه داریم خب با هم دیگه شروع می کنیم پاها به سمت عقب شکم داخل سینه باز ویدیوی حرکت پلانک رو میتونین آموزش حرکت پلانک رو میتونین نگاه کنین که حرکت رو درست انجام بدین با هم میریم یک دو شکم داخل سه چهار پنج سینه رو باز کنین شش هفت هشت نو ده یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه و بیست آهسته بیاین پایین و میتونید دستتون رو روی توپ بذارید و استراحت کنید اینم از شش حرکت ما با توپ حرکت ها رو که ش... یک چرخه کامل انجام دادین میتونین دو سه تا چهار چرخه هم حتی بریم بر اساس شرایط بدنیتون بین حرکت ها حتما 10 تا 15 ثانیه استراحت کنین یه چرخه کامل که انجام شد میتونید طولانی تر استراحت کنین سی ثانیه تا یک دقیقه حتی کمی بیشتر که خیلی خسته هستین امیدوارم که حرکت ها رو دوست داشتین اگه ویدیوی ما رو دوست داشتین حتما حتما با دوستاتون شیر کنین کانال ما رو بهشون معرفی کنین یادتون باشه که حتما حتما سابسکرایب کنین برای گرفتن نوتیفیکیشن زنگوله مخصوص نوتیفیکیشن رو هم بزنید توی ویدیوی بعدی منتظرتونم امیدوارم که زندگیتون مثل این توپ توپ به توپ باشه دوستتون دارم تا